اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی cho.fm می شنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای منان، جان من فدای خاک باک میانم، مهر تو چون شد پیشم، ایران ما. نویسنده‌ای که با مردمانش سر و کار ندارد و شریک غم و شادی آنها نیست، دکاندار است. صادق هدایت. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، نرگس هستم در خدمتتون با برنامه دیگری از رادیوی ایراوا از اتاوا، 28 دی ماه 1393 برابر با 18 ژانویه 2015. روز 16 ژانویه برابر بود با 20 سالگرد تأسیس رادیو ایراوا، اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و هومه. میخواستم از این فرصت استفاده کنم و صمیمانه از حمایت‌های شما در 20 سال گذشته تشکر کنم. همچنین از ایستگاه رادیویی CHO و مدیریت اون در اتاوا تشکر میکنم که وسیله‌ای برای پژواک صدای ما بودند. بدون این ایستگاه که صدای بی صدایان هست، این مهم هیچگاه امکان پذیر نمی بود. و اینک تقویم تاریخ. روز 29 دی 1007 هجری شمسی و مطابق با برخی نوشته‌های تاریخی 19 ژانویه 1629 میلادی، شاه عباس اول در بهشهر درگذشت. شاه عباس اول پنجمین پادشاه سلسله صفویه بود و از آن جهت که در دوران حکومتش جنگ‌های بزرگی کرد و دولت‌های عثمانی را در غرب و شمال غربی، ازبکان را در شمال شرقی و خراسان و پرتغالی‌ها را در جنوب شکست داد، به شاه عباس کبیر معروف شد. شاه عباس همچنین به سنگدلی و بی‌رحمی در کشتار مخالفانش معروف است. وی حتی برای زهر چشم گرفتن از اطرافیانش، چشمان پسرانش صفی میرزا و رضا میرزا را کور کرد. در دوران وی خرافات بسیاری وارد مذهب شیعه شد که به شیعه صفوی مشهور است. شاه عباس به مدت 42 سال بر ایران حکومت راند و در سن 60 سالگی درگذشت. میدان نقش جهان، امارت عالی قاپو، مسجد شاه اصفهان و برخی دیگر از بناهای تاریخی دوران صفویه در زمان شاه عباس کبیر تأسیس شدند. در روز 30 دی ماه 1357 آخرین دسته زندانیان سیاسی شامل 162 تن از فعالان سیاسی و آزادیخواهان که در دادگاه‌های نظامی شاه به حبس ابد محکوم شده بودند آزاد شدند. مسعود رجوی، موسی خیابانی و اشرف رجوی از جمله این زندانیان بودند. در روز 30 دی 1373 اسقف هایک هوسپیان مهر توسط ماموران وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به قتل رسید. اسقف هایک هوسپیان مهر رهبر شورای روحانیون کلیسای انجیلی و رئیس مجامع ربانی ایران بود. در اواخر دی ماه سال 1372 وقتی رژیم حکم اعدام یک کشیش ایرانی به نام مهدی دیباج را به اتهام ارتداد صادر کرد، اسقف هوسپیان مهر نقش فعال و موثری در افشاگری بین‌المللی در مورد آن حکم ایفا نمود. روز دوم بهمن سال 1312 شمسی، ابوالقاسم عارف قزوینی ترانه‌سرای برجسته دوران انقلاب مشروطه درگذشت. عارف قزوینی در سال 1300 قمری در قزوین متولد شد. عارف از دوران جوانی فعالانه وارد جنبش مردم در جریان انقلاب مشروطه شد. وی با شعر و صدای گیرایش از آزادی‌خواهی و میهن‌پرستی مجاهدان و انقلابیون مشروطه حکایت می‌کرد. عارف سرانجام در 52 سالگی در دوم بهمن 1312 شمسی خاموشی گرفت و در همدان به خاک سپرده شد.
در روز دوم بهمن سال 1324 حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری قاضی محمد اعلام موجودیت کرد. در اواخر جنگ دوم جهانی و اوایل حکومت شاه، مردم کردستان ایران مبارزات آزادی خواهانه خود را در ابعاد گسترده تری آغاز کردند. در این سالها جمعیت تجدید حیات کرد با نقش تعیین کننده قاضی محمد با استفاده از استقبال وسیع مردم به یک حزب علنی تبدیل گردید و طی بیانیه‌ای خواسته های خود را اعلام نمود. خواسته ها شامل این موارد بود: خودمختاری برای کردستان در چارچوب دولت ایران، رسمیت یافتن زبان کردی، انتخاب یک شورای محلی و بهبودی وضعیت اقتصادی اجتماعی کردستان. اما حکومت مرکزی در مقابل جنبش کردستان تلاش کرد با مارک تجزیه طلبی آن را بدنام ساخته و مانع از پیوند آن با جنبش تمامی ایران گردد. به رغم این توطئه چینی ها در بهمن سال 1324 قاضی محمد با استفاده از ضعف دولت مرکزی خودمختاری کردستان را اعلام نمود. قاضی محمد تلاش کرد که در مذاکره با دولت قوام السلطنه جمهوری خودمختار مهاباد را قانونی کند، اما نتیجه ای نگرفت. سرانجام رژیم شاه در بهار سال 1326 شهر مهاباد را تسخیر و سران جنبش را که حدود 30 نفر بودند دستگیر و روز 10 فروردین آنان را در میدان شهر مهاباد به دار آویخت. مهمان این هفته ای رادیو ایراوا آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه هستند که با ایشان پس از بخش خبر درباره طرح رفراندوم حسن روحانی، اهداف و پیامدهای آن گفتگو خواهم داشت. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. امروز یک شنبه 28 دی مذاکرات رژیم ایران و 5+1 در ژنو برگزار شد. این مذاکرات در سطح معاونین وزارت خارجه انجام گرفت. طی 3 روز گذشته مذاکرات دو جانبه میان رژیم ایران و آمریکا و سایر قدرت‌ها در ژنو جریان داشت. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم نیز در ژنو و پاریس 4 مذاکرات دو جانبه با جان کری انجام داد. مذاکرات ژنو 7 ساعت و مذاکرات پاریس میان جواد ظریف و جان کری 1 ساعت به طول انجامید. جواد ظریف گفت مذاکرات جدی و دقیق بوده است، اما خبرگزاری رویتر روز شنبه 27 دی اعلام کرد مذاکرات اتمی نتایج ملموسی نداشته است. یک دیپلمات غربی به رویتر گفت یک توافق بد با رژیم ایران علامت فاجعه باری به جهان خواهد بود و سایر کشورهای منطقه را ترغیب خواهد کرد که از این نمونه بد پیروی کنند. همزمان با ادامه مذاکرات اتمی رژیم ایران و قدرت‌های بزرگ در ژنو، محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم اعلام کرد 205 نماینده مجلس طرح فوریتی را امضا کردند که بر اساس آن اگر غربی‌ها به ویژه آمریکا دست از زیاده‌خواهی خود برندارند و تحریم‌ها را دنبال کنند، به دولت اجازه داده می‌شود که غنی‌سازی 60% را در جهت تامین سوخت زیردریایی و کارهای صنعتی انجام دهد. وی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا افزود اگر زیادی خواهی ها و تحریم های آمریکا ادامه یابد، این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. به گفته آصفری امضاهای این طرح از 1 ماه پیش جمع آوری شده است. این در حالی است که درجه غنی سازی اورانیوم توسط رژیم از موارد اصلی اختلاف دو طرف در مذاکره هسته ای بوده است. فاسار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم نیز روز پنجشنبه 25 دی گفت برخی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می کنند که اگر غربی ها در زمینه تحریم ها گام جدیدی بردارند، ایران فناوری هسته ای را در هر درجه از غنی سازی ادامه خواهد داد. بنا به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر خارجه رژیم ایران هشدار داد توافق بر سر پرونده اتمی در حال امکان پذیر است که کشورهای غربی فشارهایشان را از روی ایران بردارند. جواد ظریف گفت اگر کشورهای غربی تمایل به مذاکره دارند، نمیتوانند مذاکرات را با سیاست فشار در یک جا جمع کنند. به تهدید کرد در چنین صورتی تصمیم‌های سیاسی اتخاذ خواهد شد که ممکن است برای برخی از این کشورها گران تمام شود. از سوی دیگر و بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، سناتور رابرت منندز از رهبران ارشد دموکرات‌ها در سنای آمریکا بر ضرورت اعمال قاطعیت در برابر رژیم ایران تاکید کرد و گفت من به مذاکره از موضع ضعف اعتقاد ندارم، من به مذاکره از موضع قدرت اعتقاد دارم. نیویورک تایمز خاطرنشان کرد رابرت منندز نویسنده لایحه تحریم رژیم ایران با مواضع اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ای با این رژیم مخالف است. رابرت منندز همراه با مارک کرک جمهوری‌خواه لایحه‌ای را آماده کردند که اعمال تحریم‌های جدید و شدیدتر علیه رژیم ایران را در دستور کار قرار می‌دهد. این در حالی است که نشریه هیل وابسته به کنگره آمریکا با عنوان بینر تهدید وتوی آمریکا را بی‌ارزش تلقی کرده نوشت. جان بینر سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه اعلام کرد تهدید
وتوی لایحه تحریم رژیم ایران کنگره را از اقدام خود باز نمی‌دارد. بینر طی بیانیه‌ای گفت رژیم ایران یک دولت مروج تروریسم با سوابق وحشتناک حقوق بشری است و با این وجود رئیس جمهور اوباما آنقدر به مذاکرات خود با این رژیم متعهد است که سوگند می‌خورد تحریم‌های سخت‌تر را وتو کند. جان بینر تصریح کرد هیچ تهدیدی از سوی کاخ سفید ما را از انجام کاری که برای حفاظت از ایالات متحده و متحدانش درست است باز نخواهد داشت. باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون در کاخ سفید تهدید کرده بود که تحریم کنگره علیه رژیم ایران را وتو می‌کند. اما در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید باراک اوباما و دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان بر تشدید مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی تاکید کردند و تصریح نمودند که اجازه نخواهند داد رژیم ایران به سلاح اتمی دست یابد. رژیم دو زندانی را در روز 27 دی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. یکی از اعدام شدگان کوروش امینیان متولد سال 55 راننده حقوق بگیر یک کامیون متأهل و دارای دو فرزند بود. دومین زندانی اعدام شده عبدالرحمن جنجالزاده 35 ساله از اتباع افغانستان و 5 سال در بند 7 زندان زاهدان زندانی بود. و یک بار دیگر نیز برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه دار برده شد اما به دلیل سکته قلبی اجرای حکم اعدام وی به تعویق افتاد. رژیم با داد چهارشنبه 24 دی 6 زندانی را در عراق و ساری به دار آویخت. 5 تن از زندانیان در محوطه زندان مرکزی عراق حلق‌آویز شدند. یک زندانی دیگر نیز در ساری اعدام شد. هنگام اعدام این زندانی دادستانی رژیم نیز حضور داشت. رژیم روز 22 دی 2 زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخت. 4 زندانی نیز در زندان‌های کرمان و یزد به دار آویخته شدند. رژیم همچنین بامداد دوشنبه 22 دی ماه 3 زندانی را در زندان شهاب کرمان به دار آویخت. این 3 زندانی کریم علیزهی، حسن رحمیار و قادر علیزهی نام داشتند و یک روز قبل از اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. به نوشته از زمان بین‌المللی دکتر محمد مهنا مشاور شیخ الازهر گفت احمد عتیب شیخ الازهر در گفتگو با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در قاهره گفت سفر او به عراق و گفتگویش با مرجعیت نجف مشروط به خروج رژیم ایران از عراق است. شیخ الازهر به از زمان گفته بود او سفر به ایران را رد می‌کند مگر اینکه رژیم ایران سیاست خود را در منطقه تغییر دهد و دخالت‌هایش را در امور داخلی کشور و خصوصا در منطقه خلیج فارس متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مقامات امنیتی یمن اعلام کردند بامداد شنبه 27 دی ماه مردان مسلح احمد عباد بن مبارک رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن را به همراه دو محافظ وی در مرکز پایتخت صنعا روبودند. آسوشیتد پرس افزود این مقام ها به شرط ناشناس ماندن گفتند احتمالاً آدمربایان از شبه نظامیان گروه حوثی بودند. منتقدان میگویند حوثی ها ماموران رژیم ایران هستند. لطفاً به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز دوشنبه 22 دی ماه ساعت 1 در پارک گلستان شیراز به دنبال مزاحمت ماموران بسیجی برای چند جوان به بهانه‌های نوع لباس و پوشش جوانان با ماموران درگیر شده و آنها را کتک زدند. روز سه‌شنبه 23 دی جمعی از مردم قم در اعتراض به عبور مسیر راه‌آهن تهران خرمشهر و تهران اصفهان از مرکز شهر اقدام به تجمع اعتراضی کردند. نیروهای انتظامی با ضرب و شتم تجمع کنندگان قصد ممانعت از شگیری تجمع را داشتند که مردم با آنها درگیر شدند. گفته می‌شود در این درگیری بیش از 30 تن از مردم دستگیر و جمعی از ماموران انتظامی نیز مجروح شدند. روز چهارشنبه 24 دی ماه کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود در مقابل ساختمان این کارخانه در شهرستان رشت تجمع کردند. عده ای از ماموران رژیم جمعه 26 دی در ساعت 8 شب به قصد اخاذی و ایجاد مزاحمت برای چند دستفروش جلوی پاساژ علایالدین در خیابان جمهوری تهران توسط دستفروشان کتک خوردند. دستفروشان پس از گوشمالی دادن ماموران حکومتی از صحنه دور شدند. در ادامه تحقیق درباره سوءقصدهای اخیر تروریستی در فرانسه، پلیس این کشور 12 تن در حومه شهر پاریس از جمله 9 مرد و 3 زن را دستگیر کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه نوشت که دستگیر شدگان در خصوص احتمال پشتیبانی‌های لوجستیکی از قاتلان هدف بازجویی قرار خواهند گرفت. خبرگزاری فرانسه تصریح نمود که دستگیری 12 تن از قاتلان خبرنگاران شارلی هبدو همزمان است با عملیات ضد تروریستی که پلیس بلژیک در شماری از شهرهای این کشور انجام داده که در نتیجه آن 2 تروریست جهادی در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شدند. پلیس بلژیک تصریح کرد 2 جهادی کشته شده در درگیری با پلیس هفته گذشته از سوریه بازگشته بودند و سرگرم طراحی و اجرای سوءقصدهای تروریستی در بلژیک بودند.
همزمان دادگستری اسپانیا نیز تحقیقات مقدماتی را در خصوص همکاری با یک سازمان تروریستی آغاز کرده است. پلیس اسپانیا بعید نمی‌داند که آمدی کولیبالی، قاتل پلیس و شهروندان فرانسوی و همچنین همسر وی حیات بومدین در اسپانیا سکونت داشتند. دولت آنکارا تایید کرده است که حیات بومدین همزمان با سوءقصدهای اخیر پاریس به سوریه سفر کرده است. پلیس برلین نیز اعلام کرد که در جریان یک رشته عملیات ضد تروریستی در میان جریان‌های اسلامگرا یک نفر را دستگیر کرده است. در این عملیات که در 11 مکان مختلف جریان‌های اسلامگرا صورت گرفت، 250 پلیس و 3 گروه ضربت پلیس ویژه آلمان شرکت داشتند. در پایتخت کانادا اتاوا نیز دو برادر دوقلو به نام‌های اشتون کارلتون و کارلوس لارموند و یک جوان 21 ساله دیگر به نام سلیمان محمد به اتهامات تروریستی دستگیر شدند. به گفته پلیس کارلوس در فرودگاه بین‌المللی مونترال و در حالی که قصد داشت برای اهداف تروریستی به خارج از کشور سفر کند دستگیر شد. اشتون کارلتون به تسهیل اقدامات تروریستی و همکاری با یک گروه تروریست متهم می‌باشد. لازم به یادآوری است که در ماه اکتبر یک سرباز کانادایی در بنای یادبود جنگ در اتاوا هدف گلوله یک مهاجم مسلح قرار گرفت و به قتل رسید. فرد مهاجم سپس به ساختمان پارلمان کانادا در همان نزدیکی حمله کرد که در پی تبادل آتش با پلیس کشته شد. چند روز پیش از آن نیز در حمله دیگر فردی که در فهرست افراد مظنون به افرادگرایی بود در یک پارکینگ دو سرباز را با خود رو زیر گرفت، یکی از آنها جان خود را از دست داد. فرد مهاجم توسط پلیس کشته شد. پس از حمله به دفتر شارلی هبدو، آخوندی به نام علم الهدا در نمایش جمعه مشهد گفت که عملیات تروریستی در پاریس کار خود دولت فرانسه بوده است. وی گفت این حرکت در دفتر مجله و با سناریوی خود دفتر فرانسه و به صورت دقیق انجام شد و سپس این کشتار را راه انداختند تا جریان اسلام حراسی جدیدی را ایجاد کنند. این یک سناریوی فرانسوی صهیونیستی بود. یکی دیگر از ساکنان کمپ لیبرتی روز سه‌شنبه 23 دی ماه به دلیل محاصره پزشکی ساکنان توسط نیروهای عراقی درگذشت. خانم مهین افضلی 23مین قربانی است که به دلیل محاصره پزشکی در حالی که به بیماری قلبی مبتلا بود فوت می‌کند. خانم افضلی متولد 1329 در تهران از مسئولان سازمان مجاهدین خلق و مدیران ارتش آزادی بخش ملی با 36 سال سابقه مبارزاتی و 31 سال حرفه‌ای معرفی شده است. خانم افضلی دارای سابقه و پاسپورت پناهندگی سیاسی در فرانسه بود، اما دولت فرانسه از پذیرش پناهندگیش امتناع کرده بود. در همین رابطه روز گذشته ایرانیان آزادیخواه شهر اتاوا در جریان اکسیون اعتراضی خود در مقابل سفارت آمریکا در هوای منهای 30 درجه سانتیگراد یاد خانم افسدی را گرامی داشته و بر حفاظت ساکنان لیبرتی پایفشردند. آنها پلاکارد های حمل کردند که روی آنها نوشته شده بود مجاهدین را در لیبرتی در برابر حمله شبه نظامیان و پاسداران رژیم برای حفاظت و دفاع از خود مسلح کنید. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا لطفاً به وبسایت radioirava.com مراجعه بفرمایید.
ترانه رو که با هم شنیدیم برق نگاهی نام داشت با صدای زیبای خانم شیدا ناصرزاده، خواننده خوش صدا و آزادیخواه شهر لس آنجلس. فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های کمرشکن بر سر برنامه هسته‌ای رژیم آخوندها عرصه را چنان بر سران حکومت تنگ کرده است که حسن روحانی رئیس جمهور نظام برای گریز از این فشارها طرح رفراندوم یا همه‌پرسی را مطرح می‌کند. طرح رفراندوم که به گفته میهمان امروز ایراوا به مثابه جام زهر دیگری برای نوشیدن خامنه‌ای مهیا شده، شکاف درون نظام را عمیق‌تر کرده و به اعتراضات مردمی دامن خواهد زد. اینک توجه شما را به گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای مهداد هرسنی، سخنگوی بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه جلب می‌کنم. با سلام خدمت شما آقای مهداد هرسنی، به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. سلام متقابل دارم خدمت شما خانم قفاری گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. به نیابت از بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه یک بار دیگه فرصتی که در اختیار ما گذاشتین بسیار سپاسگزارم و همچنین میخوام از این فرصت استفاده کنم 20مین سالگرد تاسیس رادیو ایراوا رو خدمت شما صمیمانه تبریک بگم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین و برایتون آرزوی موفقیت برای مردم و مقاومت ایران آرزوی پیروزی دارم. در خدمت شما هستم خانم قفاری. خواهش میکنم، لطف دارین شما. آقای هرسینی، همطور که مستحضر هستید، حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران اخیراً توی یک سخنرانی همه پرسی یا رفراندوم رو مطرح کرده و میخواد که خامنه ای یا حکومت آخوندها بیان و رفراندوم برگزار بکنن. سوال اولم این است که علت اصلی مطرح کردن رفراندوم یا به قول خودشون همه پرسی در این شرایط توسط روحانی چی هست؟ به نظر میرسه روحانی به نیابت از باند رفسنجانی به عمد موضوع همه پرسی رو مطرح کرده. الان وضعیت در درون نظام آخوندی به سمت و سوی رفته که یک جناح از رژیم عملا داره میبینه که تمامی سیاست‌های ولی فقیه به شکست انجامیده. یعنی شما زمانی که به تمام زمینه‌ها نگاه میکنید، به خصوص در زمینه‌های مثل سیاست داخلی، مثل سیاست خارجی، سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا همچنین معقوله های مهمی که راهبردی هستند برای رژیم، مثل تروریسم، مثل صدور انقلاب، حقوق بشر و یا پروژه های ساخت سلاح اتمی، میبینید که رژیم در تمام این زمینه ها به قول عوام به گل نشسته و راه پس یا پیش نداره. به نظر میرسه که به این واقعیت باند مقابل خامنه ای، یعنی آخوند روحانی و رفسنجانی، رسیدن و در کنار اینها اونا متوجه شدن که یک نارضایتی گسترده مردمی و همچنین یک مقاومت سازمان یافته سراسری در محور مجاهدین هستش که تا به امروز نتونستن این پارامتر مهم رو حذف بکنن از صحنه سیاسی و اجتماعی ایران. این ضرورت ها رو درک کردن و این بحث رفراندوم رو مطرح کرده. مسئول قوه مجریه در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن، من فکر نمی کنم که اصلا و ابدا فی سبیل الله اومده باشه یه همچین حرفی زده باشه. این به نظر می رسه که اعلان این خواسته از سوی ظاهرا دولت تدبیر و امید که بسیاری از مردم معتقدن اصلا به اون امیدی نباید بست، خودش بهترین بیانه بر قفل شدن و بنبست رژیم آخوندیه. این نکته اولیه. و نکته دوم اینه که من فکر میکنم یک آینه هستش از جنگ قدرت و شقوق شکاف فزاینده حتی در درون نظام آخوندی که الان اومده و خودش رو در نوک رهبری رژیم به نمایش گذاشته. به هر حال آخوند روحانی به عینه داره میبینه که ولی فقیه تمام سیاست‌های اون رو به بن‌بست کشونده، مثلا در حالی که همین پروژه اتمی آخوند روحانی و تیم مذاکره کنندش به دنبال ختم قضیه هستن و میخوان عقب نشینی بکنن، خامنه ایه که همواره بر این روند ترمز میزنه و هر روز با علم کردن خواسته های جدیدی عملا مذاکرات رو به بن‌بست میکشونه. به این وضعیت شما باید به بحران لاعلاج اقتصادی توجه بکنید. افت شدید بهای نفت که الان به زیر 40 دلار امروز رسیده بود. بیپولی دولت آخوند روحانی، تورم، بیکاری، قفل شدن چرخهای تولید،
و شکست‌های نوبتی که رژیم در زمینه‌های مختلف می‌گیره. این با این میشه یک چشم‌انداز بسیار تیره و تاری رو از رژیم به دست آورد و به نظر میرسه که حملات آخوند روحانی طی هفته‌های گذشته، هم روحانی و هم رفسنجانی به سپاه پاسداران و یا رادیو تلویزیون حکومتی که از جمله خواسته بود تا جلوی این دستگاه رو در زمینه‌های اقتصادی بگیره و یا رفسنجانی گفته بودش که اینا تهمت میزنن، شایعه پراکنی میکنن، دروغ پخش میکنن، حمله و هجوم به اینها نمونه هایی که نشون میده دستگاه رژیم تعادل قوا رو بین باندهای خودش قفل کرده و بر اساس این منطق جناح رفسنجانی روحانی الان به دنبال راه حل هستند و اون راه حل رو برای بیرون آوردن رژیم از مخمصه مشکلات و معضلاتی که خدمتون عرض کردم در همه پرسی میبینن. ولی آقای هرسینی، با توجه به اینکه ولایت فقیه خامنه ای تصمیم گیرنده اصلی است، اصلا موضوعیت داره توی رژیم؟ بله خانم غفاری، سخنتون بسیار بجاست. ببینید، خامنه ای بر اساس قانون اساسی نظام آخوندی بالاترین مقام رسمی رو در جمهوری اسلامی ایران داره. اسمش جمهوری اسلامی، ما هم به همون صفت بیان میکنیم. خودش معتقده که ولیالامر مسلمین جهانه، البته خودش میگه. البته بسیاری این حرف رو گزاف میدونن، چون سنی ها که در اساس بیش از 1,200,000,000 نفرن اصلا و ابدا چنین معقوله ای را قبول ندارن و زیر بار یا یوغ خامنه ای نمیان. در میان شیعه ها هم ایزن همین جوره و کسی برای خامنه ای تره خورد نمیکنه. بیشتر این حرف حالت جوک داره و بیشتر برای نیروهای تروریستی رژیم و گروه‌های بنیادگرا مصرف داره. به هر حال تو همین قانون اساسی رژیم بر اساس اصل 110، همون نکته‌ای که شما اشاره کردین، وظایف خامنه‌ای تعیین شده که این وظایف، فکر می‌کنم که من به چند نمونهش اشاره می‌کنم تا برای شنوندگان عزیزتون ابعاد وحشتناک قدرت و اختیاراتی که در یک نفر جمع شده رو بهتر درک بکنیم. بفرمایید. ببینید، اصل 110 قانون اساسی رژیم میگه که سیاست‌های کلی نظام در دست مقام رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه پرسی، یعنی هم مسئله‌ای که الان روحانی مطرح کرده و خواهان همه پرسی شده، فرمانش رو بایستی کی امضا بکنه؟ بایستی خامنه ای امضا کنه. بله. فرماندهی کل نیروهای مسلح رژیم دست خامنه ای. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی دست مردمی که نداره، ولی خب بسیج نیروهاش دست خامنه ای. نصب و عزل و قبول استیفای مسئولان کشور، تعیین فقهای شورای نگهبان، تعیین رئیس قوه قضاییه، تعیین رئیس سازمان صدا و سیما، تعیین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تعیین فرمانده کل سپاه پاسداران، تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، حل معضلات نظام که به طرق عادی قابل حل نیستند و باید بره به مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام با خامنه ای مشورت بشه و نهایت راه حل پیدا کنه. امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رئیس جمهور، حکم دیوان عالی کشور، شما به هر زمینه‌ای که نگاه می‌کنید می‌بینید که یک بخشی از این در اختیار خامنه یا تمامش در اختیار خامنه یا یک بخش بزرگش در اختیار خامنه. با توجه به اینکه خامنه دو تا اهرام بسیار بسیار بزرگ داره، یکی همون شورای نگهبان هسته و دیگری عرضم به حضور شما همین خبرگان نظام، خبرگان رهبری هستش که هر دو اینها هم جزء تیول خامنه ای محسوب میشه. با این اوصاف میبینیم که اگر قرار باشه رفراندومی در چارچوب این نظام صورت بگیره، مثلا همون حرفی رو که خامنه روحانی هفته قبل زده، نخستین کسی که باید اون رو اعلام بکنه همین خامنه ایه. این هم حکایت همون ضرب المثل قدیمی ما چاقو دست خودش رو نمیبره هستش. یعنی به هیچ وجه من فکر نمیکنم یه روزی خامنه ای بیاد و قبول بکنه که مثلا در این حاکمیت رفراندومی صورت بگیره که فرض بفرمایید بعد این رفراندوم به طریقی ولایت فقیه یا دستگاه جبار حکومتی رو بخواد به خطر بندازه و چنین فرمانی رو امضا بکنه. به نظر من امضا کردن چنین فرمانی و یا اعلان چنین فرمانی
یعنی چراغ سبز دادن به مردم ناراضی و که اونا به خیابونها بریزن و به قول معروف جرقه زدن به انبار بارود خواهد بود. درسته. آقای ارسنی، بعد از طرح رفراندوم توسط حسن روحانی رئیس جمهور رژیم، ما شاهد دعواهایی هم توی مجلس رژیم و در درون نظام، اون سطح بالای نظام بودیم. بله. میتونید در این باره توضیحاتی برامون بدین لطفاً؟ بله، یک نکته‌ای که به نظر من بسیار بسیار مهمه، ما باید اول تحلیل بکنیم که منظور روحانی از طرح همه پرسی چی بوده. روحانی یک حرف بسیار گردی رو زده و خلاصه این حرف رو خورد نکرده، جزئی نکرده، جز جز نکرده که منظورش از همه پرسی چیه. این حرفیه که جناح مقابلم توی مواضع مختلف به روحانی زدن که تو بالاخره میخوای سر چی همه پرسی بکنی. ولی اونجوری که از شواهد و قرائن برمیاد، حرف روحانی فقط مسئله اتمی بوده. یعنی الان تیم مذاکره کننده اتمی داره میبینه که در تمامی زمینه‌ها شکست خورده، کار به پیش نمیره، همونجوری که خدمتون عرض کردم کار شکنی میکنه خامنه‌ای و نمیذاره که اون سیاستی رو که اینا میخوان، اینا میخوان بالاخره به یه نحوی به توافق برسن و این معقوله تحریم ها رو بردارن. برداشتن تحریم ها یعنی سرازیر شدن پول به دستگاه حکومتی، به رژیم. و جناح رفسنجانی روحانی معتقدن که به مجرد این که پول وارد این دستگاه بشه، سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت، سرمایه‌دارا به ایران سرازیر خواهند شد. الان ما یه سری قراردادهایی رفتیم با خیلی‌ها بستیم و همه پشت این سد تحریم‌ها موندن. خامنه‌ای اینو میخواد ولی نمیخواد در ازایش امتیازی بده، امتیاز به این صفت که بیاد و مثلا اعلام بکنه که من اون بخش نظامی پروژه اتمیم رو کنسل میکنم و به قول معروف درش رو گل میگیرم. این برای خامنه ای خط قرمز. خلاصه میبینیم که بلافاصله بعد از این که آخوند روحانی موضوع گیری میکنه، برای مثال مثلا سخنگوی خامنه ای در روزنامه کیهان یک مقاله شداد و قلازی مینویسه و با همین صفت که این اظهارات خائنانه هستش و برخی از افراطیون علیه فناوری هسته ای و سخنان بی منطق رئیس جمهور باعث شده که تحلیلگرای ارشد آمریکایی الان توپ رو به زمین ایران بیاندازن. یعنی داره اشاره میکنه که ببین این حرفی که روحانی زده، حرف و یا این همه پرسی که درخواست کرده، صرفا بر سر مسئله اتمی بوده، خیلی هم بی ربط بوده و خلاصه توپ رو انداخته الان طرف مقابل تو زمین ما و این اختلافات رو در داخل حکومت دامن زده. یا مثلا فرض بفرمایید پاسدار محسن رضایی، من دیدم مطلبی نوشته و گفته که طرح مسئله همه پرسی از سوی روحانی و ربط دادن اون به مسئله اتمی و الغای اشتیاق برای کنار گذاشتن برنامه اتمی فقط یک آیدی دارد و اونم خالی کردن دست تیم مذاکره کننده است. یعنی به هر طریق که ما نگاه میکنیم، از هر جناحی که توی رژیم نگاه میکنیم، میبینیم که همه اومدن فوکوس کردن، متمرکز شدن بر مسئله اتمی. و یا برای مثال آخوند جعفر شجونی هستش که اونم جزو باند خامنه‌ای هستش، توی موضع‌گیری گفته بودش که همه پرسی اصلا امری دینی نیستش، امری قانونی نیستش، در حالی که توی قانون اساسی خود همین رژیم اومده. این گفتار مثل یک لرزه‌ایه که دولت اومده به جون ما انداخته. من نمیدونم منظورشون چی بوده. اگه منظور رفراندومه که درست نیست. بعدش هم گفته که رئیس جمهور باید کار خودش رو بده و خلاصه رفراندوم لغت بدیه، همه پرسی برای چه چیزی میخوایم بکنیم. به هر حال این سخن، یا مثلا فرض کن آخرین موضع‌گیری که من دیدم، موضع‌گیری آخوند علم الهدا بودش که روز پنجشنبه هفته گذشته توی یکی از این گردهمایی‌های باند خامنه‌ای روحانی را عملا تهدید به سقوط کرد و یه فاکتی آورد که گفتش که ببین احمدی نژاد یک جریان سیاسی تازه محسوب نمی‌شد، اون در مقابل ولی فقیه ایستاد و سقوط کرد. یعنی خودتو روحانی حواست باشه، تو یه جریان تازه سیاسی هست، اون که اصلا جریان سیاسی نبود، اونو ما اونجوری چپه کردیم، تو که دیگه جای خود داری. به هر حال این موجی که بعد از سخنان روحانی به راه افتاده نشون از وحشت شدید رژیم داره و اینکه ولی فقیه بسیار وحشت و هراس داره که سر کلاف از دستش در بره.
دستگاه رژیم رو به شدت به تنش انداخته، به طوری که الان سریعا تلاش دارن میکنن تا اون رو یه جوری به قول عوام ماسمالی بکنن. و طی روزهای گذشته ما شاهد هستیم که از رسانه‌ای شدن بیشتر این مطلب هر دو باند جلوگیری کردن. آقای ارسل، مذاکرات هسته‌ای و بی نتیجه موندن اون، به نتیجه نرسیدنش، این تحریم ها آیا نقشی توی این دعوای درون نظام داشت؟ البته متوجه هستم که کمی توضیح دادین در این رابطه، ولی اگه بیشتر برام توضیح بدین ممنون میشم. حتما، خواهش میکنم. سوال بسیار خوبیه. یکی از مسائل همین بحران اتمیه. به نظر من بحرانی که خامنه ای مسئول اونه و به جد با سیاست های خودش دنبال بمب اتم و سلاح های کشتار جمعیه. برای نمونه اگر خاطرتون باشه، هفته گذشته خامنه ای در جمع بسیجی ها یک سخنرانی کرد و توی اون سخنرانی یک نکته ای رو گفت که بسیار بسیار حائز اهمیته. در لابلای صحبتاش گفت تا هر وقت که میخوان مذاکره بکنن. بعدش هم حضاری که اونجا نشسته بودن شروع کردن به خنده و تلویزیون حکومتی این بخش خنده رو، فقط یک شلیک خنده رو، یک بخش بسیار کوتاهی از اون رو گذاشت و ما با بقیش رو سریع سانسور کرد. به هر حال این خودش بهترین دلیل برای اینه که خامنه ای اصلا خواهان تعامل با جامعه بین المللی نیستش. ترجمان سخنان خامنه ای همینی که شما برید مذاکره کنین، هر چقدر هم میخواین مذاکره کنین، هر وقت هم دلتون میخواد مذاکره کنین، من دنبال کار خودم هستم، بمب خودم رو میرم میسازم. این به نظر من کلیت این بحث هستش. روحانی به دنبال تموم کردن قضیه است، همونجور که گفتم سیاست های باند رفسنجانی روحانی دنبال راهکارهای دیگه ای هستند. یعنی هر اون چی که به خطوط راهبردی نظام برمیگرده، مثلا در زمینه همین پروژه اتمی، این باند میخواد بره و شرایط غرب رو قبول بکنه، مثلا برای مدتی 5 ساله یا 10 ساله دست بکشه از پروژه های اتمی سنگین و در عوض امتیاز بگیره و چرخ نظام رو بگردونه. اینها بر این باورن که تمامی مشکلات مملکت پشت مسئله اتمی قفل شده و اگه بتونن این موزل رو که خامنه ای برای اونها درست کرده از سر راه بردارن، نظام رو در کلیتش حفظ کردن. البته نکته‌ای که بسیار مهمه، تعادل قوا میان این دو باند، یعنی طرف اصلی خامنه ای و طرف کوچیکترش رفسنجانی روحانی، هم اینقدر ساده نیست که خامنه ای بیاد و این تعادل قوا رو به نفع اینا از دستشون خارج بکنه یا از دست بده. ببینید اگه تو این جنگ و دعوا بر سر راهکار اتمی، مثلا فرض بفرمایید حرف رفسنجانی روحانی به پیش بره، یقینا توی این تعادل قوا خامنه ای تضعیف خواهد شد و رفسنجانی بالا خواهد اومد. خب این رو خامنه ای خوب میفهمه و اصلا خواهان این نیستش، لذا میاد موضع‌گیری های دو پهلو یا چند پهلو میکنه. مثلا یکی از موضع‌گیری هایی که خامنه ای بسیار بسیار دوست داره و مرتب اینو تکرار میکنه اینی که میگه من با مذاکره مخالف نیستم ولی به اون هم خوشبین نیستم. اینو تا حالا بارها تکرار کرده. یعنی از این میخواد یک آینده نگری بیرون بیاره. یعنی اگه مذاکرات به نتیجه برسه، خامنه ای میگه دیدین من روز اول اون رو پیش بردم، گفتم که من مخالف نیستم. اگه به شکست بیانجامه، باز میگه دیدین من روز اول گفتم که خوشبین نیستم. به هر حال همونجوری که اشاره کردم خدمتتون، این یکی از پایه‌های جنگ و شق و شکاف در رژیم آخوندیه. منظورم همین بحران اتمی رژیمه و شما هم به درستی به اون اشاره کردید. ولی آقای هرسنی، هدف روحانی و جناحش رفسنجانی در واقع باید گفت از علم کردن طرح رفراندوم، اون هم توی شرایطی که رژیم با بحران‌های متعدد روبرو، شما به اونها اشاره‌ای کردید، چیه این هدف و واقعا آیا میتونه مسئله از نظام کم بکنه و آیا طرح این موضوع باعث تقویت یا ضعف بیشتر نظام میشه؟ فکر میکنم که طرح رفراندوم اساساً از سوی آخوند روحانی همون حرفی بوده که اون آخوند شیجونی گفته و گفته مثل زلزله‌ای در درون نظام صدا کرده. با این رئیس جمهور حکومت خواسته به یقین یه ضربه بزرگی به پاشنه آشیل خامنه‌ای بزنه، چون ولی فقیه بسیار وحشت داره از رأی واقعی مردم و انتخابات و همه پرسی واقعی. اتفاقاً همون نکته‌ای که به نظر من خانم رجوی به عنوان یکی از راهکارهای کنار زدن دیکتاتوری ولی فقیه سالها پیش، البته تحت نظارت سازمان ملل، ارائه دادن. حالا می‌بینیم که رژیم به چه درجه از استیصال رسیده که رئیس جمهور اون خودش میاد و با زبان اشهدش
این خواسته به حق مردم و این آینه تنفر و انزجار جامعه از نظام آخوندی یعنی ولایت فقیه رو بهش اعتراف میکنه. در سوالات قبلی من به میزان قدرت مطلقه خامنه ای طبق قوانین رژیم اشاره کردم، اما جا داده که تا برای اینکه این بحث بیشتر باز بشه و اینکه ببینیم واقعا هدف روحانی رفسنجانی از علم کردن این مسئله چی بوده، به یه چند نکته کناری دیگه هم اشاره کنم. و اون این که الان خامنه ای 22 تا ارگان حکومتی رو به غیر از اون مجموعه‌ای که خدمتون عرض کردم در بس زیر مجموعه بیت رهبری خودش قرار داده. مشخص‌ترین اونها وزارت اطلاعات هستش، بسیج هستش، لباس شخصی ها هستش، گروه های فشار و چماقدار مثل انصار حزب الله هستش و همچنین باندهای بسیار بسیار گسترده و مخوف مافیایی که چپاول میکنن اموال مردم، حالا میخواد تحت کمیته های مختلف باشه یا تحت عرضم بزرگ شما سنخ و یا نام های مختلف باشه. به هر حال طبق افشاگری که چندی قبل رویترز کرده بود، الان خامنه ای چیزی بوده 97 میلیارد دلار سرمایه در اختیارش هست که به طرق مختلف تحت پوشش خودش و تحت کنترل خودش. یک بخش از اینها هم از این سرمایه ها هم به غیر از اینها ابعاد چپاول و دزدی هایی هستش که باند های خامنه ای و همچنین فرزنداش کرد. حالا اگر ما بخوایم به واقع به لحاظ اقتصادی فقط به لحاظ توان مالی به این توانمندی خامنه ای برسیم و ابعاد سرمایه های اون رو در نظر بگیریم، این بهترین تصویریه که میتونه از این پازل زر و زور به ما بده. بخش کوچکی از این سرمایه الان، فقط بخش کوچکیش، به عنوان تنخواهگردان در اختیار دولت آخوند روحانیه که اصلا با اون نمیتونه مسائل معیشتی، کار، نون، بهداشت، درمان و به قول معروف چرخهای اقتصادی رو بگردونه. روحانی به زبون ارشدش هفته قبل میگه والا نمیشه، به خدا نمیشه، بلا نمیشه. یعنی با این اوضاع نمیشه کار به پیش برد. حرف روحانی اینه که ببین ما سهم بیشتر میخوایم. ما کسی که میاد به عنوان قدرت اجرایی میگه درست. میگه ما سهم بیشتر میخوایم، هم تو اجرایی میخوایم، هم تو سیاست میخوایم، هم تو اقتصاد میخوایم. اینا رو باید بیاییم به من منتقل کنیم. تو چنین شرایطیه که باند روحانی رفسنجانی دارن عملا میبینن که ولی فقیه که قدرت خودش رو مدیون این نام این باند هستش، کلیت نظام رو به زیر سلطه خودش درآورده و روزی نیست که بر ابعاد اون اضافه نکنه. به لحاظ تقسیم قدرت اینا الان در حاشیه حاکمیت به سر میبرن. پسر رفسنجانی مهدی چند وقت قبل نواری ازش بیرون اومد با یکی از این خبرنگارهای خارج از کشور که گفت بود ولی فقیه فعلا ما رو داره تحمل میکنه. به هر حال با راه اندازی طرح همه پرسی، باند رفسنجانی روحانی عملا قدرت مطلقه خامنه ای رو هم به چالش کشیدن. یعنی این نکته مهم در سخنان آخوند روحانی این هستش که او قرار بود با خلاصه دجالیت این نظام رو از مهلکه نجات بده، ولی الان به نقطه رسیده که میبینه کار پیش نمیره. یک نکته که به نظر من بسیار مهمه در فرای تمام این دوز و دغل بازی ها و این خلاصه همه پرسی بازی هایی که جناحی از رژیم رو انداخته، واقعیت اینه که این درخواست روحانی نه برای مصالح عالی مردم، نه برای حاکمیت مردمی، حقوق بشر و دموکراسی و یا تعامل با جامعه جهانیه، بلکه تماماً عوام فریبی و برای نجات کلیت این رژیم رو به مرگه. یعنی باند رفسنجانی روحانی به یقین به نظر من از درون وضعیت بیت رهبری خبر داره، وضعیت ضعیف خامنه ای خبر داره، همچنین از بیماری اون خبر داره و میدونه که فرصت زیادی برای نظام آخوندی باقی نمونده. بر این سیاق باید دست به کار شد و تمامی پرده ها رو کنار زد. اتفاقا مشاور فرهنگی آخوند روحانی توی این جنگ گرگ ها برای تمامیت نظام یک نکته گفته که به نظر من بسیار بسیار مهم هستش. گفته در طول این 36 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این جنبندی رسیدیم که ما همه سوار یک کشتی هستیم و اگر کسی بخواد این کشتی رو سوراخ کنه برای همه خطر به وجود میاد. فاکتش هم از روزنامه مردم سالاری تاریخ 21 دی ماه همین چند روز قبل بوده. به نظر میرسه به نظر من در نکته آخر خدمتتون این که این مجموعه ها یعنی تقسیم قدرت، یعنی سهم‌خواهی و خلاصه خطری که برای سرنگونی رژیم هستش،
و شکست های خامنه ای، اینها باعث شده که باند رفسنجانی روحانی مجبور بشن تا قدرت فراقانونی خامنه ای رو به چالش بکشن و در این راستا به نظر من یک جام زهر دیگه ای به نام همه پرسی رو به دست مقام معظم رهبری بدن. درسته، و در نهایت هم تمام این دعواها و تو سر کله همدیگه زدن ها فکر میکنم به نفع مردم ایران باشه، درسته؟ یقینا همینجوری. من فکر نمی‌کنم که خانم قفاری خامنه‌ای با خودش با پای خودش وارد این بازی بشه. اتفاقا اگه وارد بشه خیلی خوبه، نه تنها بشه قوش کاف در درون رژیم شدت میده، بلکه مردم به جون اومده هم به حرکت در میان. میدونین که مردم ما منتظر فرصت هستن تا به خیابون‌ها بریزن، درست مثل سال 88 یه شکافی در بالای رژیم به وجود اومد، مردم از اون به خوبی استفاده کردن و در اون دوران اگه خاطرتون باشه این همین روال بود، یعنی یه بازی و یه ادای دموکراسی در رو بخواستن در بیارن، مردم در نهایت اون رو بر سر رژیم خراب کردن با همون شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه‌ای قاتل ولایتش باطله، تو خیابان‌ها فریاد زدن. خامنه‌ای هم بسیار حواسش جمعه که اصلا چنین شکافی رو باز نکنه در جامعه. به علاوه اینکه این مردم الان تجربه سال 88 رو دارن و به نظر من اگر عنصر مقاومت سازمان شده رو ما اصلا کنار بذاریم، تشکیلات مجاهدین هم کنار بذاریم، اصلا فرض بکنیم یک فرضی که بهتر میفهمیم که رژیم اساسا تو چنین صحنه‌ای اگر وارد بشه با خیزش‌های عظیم مردم روبرو خواهد شد. زمانی که مشکلات اقتصادی و سرکوب تو جامعه داره بیداد میکنه، مردم جونشون به لبشون رسیده، پول ندارن، تورم زیاده، زمانی که فساد و چپاول داره بیداد میکنه، هیچ فریادرسی هم واقعیتش برای مردم نیستش، یقینا مردم از هر گونه شق و شکافی در اون بالا نهایت استفاده رو خواهند برد و اون رژیم رو به چالش خواهند کشید. لذا من فکر میکنم در پاسخ نهایی به سوال شما، اگر رژیم وارد این بازی باشه یقینا ضربه پذیر و ضعیف خواهد شد و خودش به خیزش های مردمی و قیام گرسنگان در ایران ضریب خواهد زد. آقای ارسلی، من خیلی کنجکاوم بدونم برداشت یا توجه طرف های غربی آیا به این مسئله رفراندوم که حسن روحانی ترک کرده جلب شده؟ اصولا هیچ واکنشی از طرف های غربی شما دیدید؟ نه خانم غفاری، به طور کلی زیاد سر و صدا به پا نکرد و کسی این قضیه رو جدی نگرفت. البته ابواب جمع مماشات قدری قند تو دلشون آب شد، ولی زود متوجه شدن که اصلا و ابدا در این نظام و با چنین ساختاری امکان هر گونه همه پرسی میسر نیستش. طرف های باند رفسنجانی روحانی به خوبی به وزن اینها در درون رژیم اشراف دادن، یعنی ساختار حکومتی از یک طرف و همچنین قوانین رژیم جوری بسته شده که میدان مانور رو برای چنین کاری اصلا و ابدا به اینها نمیده. یه مشکل دیگه هم که این طرف ها دارن اینه که الان با رژیم در کلیتش بر سر میز مذاکره هستند و نمیخوان این میز رو به هم بزنند. بلطب هر گونه موضع‌گیری به نفع باند روحانی رفسنجانی این تهدید رو براشون داره که ولی فقیه میز مذاکره رو به هم بزنه. با این حرف میخوام بگم که و تاکید کنم که بسیار حواس طرف های مذاکره جمعه، به قول معروف نمیخوان ولی فقیه رو تحریک بکنن. وارد شدن به این بازی و اگه موضع‌گیری علنی بکنن، یعنی موضع‌گیری کردن که علیه کل نظام آخوندی و در رأس اون خامنه‌ای که الان حداقل خطشون نیست. خاطرمون هست که در اوج قیام‌های سال 88 موقعی که مردم تو خیابون‌ها فریاد استمداد سر داده بودن و از همین مماشاتگران می‌خواستن که یا با اونا باشن یا با ما، هیچ پاسخی ندادن که هیچ، تازه برای خامنه‌ای نامه‌نگاری هم اون دوران کردن. لذا پاسخ الانم به نظر من منفیه. ورود به این بازی یعنی وارد شدن به حیطه تغییر رژیم که این حداقل توی دستور کار این جناح مذاکره کننده و جناح مماشات با دیکتاتوری ولی فقیه نیستش. لذا فتیله‌شون رو پایین کشیدن و الانم مسئله فروکش کرده. من فقط یک مورد دیدم که یک اون که خدمتتون عرض کردم و روزنامه کیهان حکومتی هم در رابطش مطلب نوشته بود که خواسته آخوند روحانی مبنی بر رفراندوم رو با مسائل اتمی و مذاکرات اتمی گره زده بودن و اون رو یکاسه کرده بودن. درست. آقای حسینی، از وقت و توضیحاتی که دادید بسیار متشکرم و برای خودتون و همکارانتون در بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه روز بسیار خوبی آرزو دارم. خیلی متشکرم خانم غفاری گرامی، باز از شما یک بار دیگه سپاسگزارم به خاطر فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
برای شما و برای شنوندگان گرامیتون روزهای خوبی آرزو میکنم. امیدوارم که هرچه زودتر مردم ایران به صلح، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برسند و سایه این رژیم منحوس از سر مردم ما کم بشه. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشت. پایدار باشید. اون چه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای مهداد هرسینی. برای شنیدن این گفتگو و دیگر مصاحبه های ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید. همچنین در صورت تمایل ایراوا رو در توییتر فالو و در فیسبوک لایک کنید. به پایان بخش فارسی این هفته رسیدیم. ازتون بسیار متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش انگلیسی ایراوا تا چند لحظه دیگر آغاز خواهد شد. با ما همراه باشید. تا یک شنبه آینده ساعت 15 به وقت اتاوا شاد و پیروز باشید. زنده باد آزادی. Good afternoon and welcome to Radio Irava on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM and RadioIrava.com. My name is Nargis and today is January 18, 2015. 20 years ago on January 16, 1995, Radio Irava began broadcasting from CHUO radio station as Arva Gadno's first Farsi radio program. 20 years later, we're still here and serving the community. I'd like to thank you for tuning in every week and supporting Radio Irava. I also like to thank CHUO staff and management for giving voice to the voiceless. And here is the news. During a Friday prayer sermon in Tehran, Muwahhidi Kermani paved the way for vicious and barbaric attacks on women, including acid attacks, but in the meantime expressed fear for women's struggle against the regime's barbarism. Muwahhidi said, "What have you done with these mal-veiled women? You are indifferent. Shame on you all. But if you have done something, say what you have done. Why we have so many bad-veiled women walking around in this country? We know the meaning of such intolerable malveiled women. If the enemy finds out this situation, would say, it looks like the Iranian people are no longer devoted to their religion. They would say, it is time to attack this country. Some of these women are naive and uninformed, but some are informed and they know what they're doing. That is how they choose to fight our revolution. They make a face at us. This is exactly the war of our enemy. What can the Islamic Revolution do in such cases? How much more must the Islamic Revolution fight these enemies?" The Associated Press reported on January 16 that President Barack Obama came out swinging Friday against congressional attempts to slap fresh sanctions on Iran, warning such a move would likely destroy nuclear talks and increase prospects for a military shutdown. Vowing to veto any sanctions that reach his desk, Obama pleaded, "Just hold your fire." In an unusual move by a foreign leader, British Prime Minister David Cameron said he was personally calling U.S. senators to say that new sanctions would drive a wedge through international unity. At that point, Obama argued the world would lose its best chance to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. But in Washington, many lawmakers are so skeptical of the negotiations that they have insisted the U.S. move forward with additional sanctions to keep tightening the screws on Tehran. A tense exchange between Obama and top Democrat this week illustrated the degree to which Obama's diplomacy with Iran has rattled even members of his own party. Menendez, who until recently chaired the Senate Foreign Relations Committee, has been working across partisan lines with Senator Mark Kirk on new sanctions in Iran's economy that would kick in only if Iran fails to sign to live up to a nuclear deal in time. Other senators are drafting bills that would require Congress to sign off on any deal between existing sanctions are lifted. The Associated France Press reported on January 15 that Germany's foreign minister said Thursday no more deadlines must be missed in the Iran nuclear negotiations, which had entered a decisive phase. "We must now use the newly opened time window. We must leave nothing undone to reach the solution that has eluded us in recent years.
فرانک والتر اشتاینمایر سید بیفور دی تاکس وید ایرانیان فورن منستر محمد جواد ظریف. این بریف جوینت پرس اپیرنس وید ظریف، اشتاینمایر سید وی پروبابلی شیر دی اندرستندینگ that this is now the decisive phase of the negotiations. Iran and major world powers have given themselves until late June to reach a comprehensive agreement that would prevent Tehran from developing a nuclear bomb. Talks between Iranian regime and 5+1 power group, the United States, Britain, China, France, Germany and Russia, took place in Geneva today, which seeked to break a stalemate that has seen two earlier deadlines passed without an accord. 50 workers of the National North Drilling Company gathered in front of Oil Ministry in Tehran on January 14 to protest against their dismissal under the pretext of financial resource deficit. An angry worker said that no governmental agency or organizations is ready to defend the workers' rights. Every month they lay off 50 or sometimes up to 200 workers with bogus excuses, and exactly a day later they publish notice of new hiring. He added, if they have financial deficits to the extent that forces them to lay off their employees, why they go out to hire the same number of dismissed employees and with the same specialties and expertise? A number of state and local agents of the government in a bid to extort and slap fine on shops in Alaeddin shopping complex in Jomhuri Street on Friday, January 16, clashed with vendors who reacted angrily, refusing to be plundered. As the clash grew wider and drew other vendors and shop owners in the fight, the agents fled the scene. Another violent raid on vendors in town of Andishe, suburb of the capital Tehran in Iran by security forces, was responded with a stiff resistance from the vendors on Friday, January 16. The security forces had planned on raiding vendors for extortion and fining shops owners for covering the loss due to low oil prices and the international sanctions. The vendors did not bow to their demands and clashed with the state forces, demanding their rights to be honored. The vendors say, these agents of extortion always come and ask for money. Otherwise, they would close our business. They said that they are being blackmailed and they are left helpless to deal with such atrocities. A number of workers in Shahdab factory, the producer of fruit juice in Urumiye, northwest of Iran, gathered on January 12 in front of regime's general management office to protest against unpaid salaries and wages. The mayor of Punak district of Tehran, Iran, located west of capital alongside his henchmen, went to a Sunni mosque on January 7th when the Iranian Sunni worshippers performed Friday prayers. They welded the doors and locked up the building and evicted everybody outside the building. This action was taken at a time when the regime was staging a show conference of international Islamic unity in Tehran, and dozens of people from other countries in the region were invited. The Iranian regime also prevented the Sunni Imam Maulana Abdul Hamid from leading the prayer. A witness said the oppressive agents associated to mayor insulted Maulavi Abidullah Musavizadeh, the Friday prayer imam of the mosque, and confiscated his cell phone and personal belongings. Representatives of Kushk Bafq mine workers traveled to Tehran to take part in a gathering in front of the Iranian regime's Ministry of Industry to protest against unpaid or delayed salaries. They say they represent more than 260 mine workers in the area that have not received their salaries and wages. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website, and like us on Facebook and follow us on Twitter too. That's it for this edition of Radio Irava on CHUO.FM, and thank you very much for being with us. Please join us again next Sunday at 3 p.m. on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM, or RadioIrava.com. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom.
Le 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 le